اومدم تو شهر برو بند پارتی فنچ لای میل فهم سن نقاطی اومدم تو شهر بریم پیکولاتی موتورم روشن شه خوده یه بوگاتی شهر با صدا میگیره جون میخوام ببینن افته رو با کی میره اون دم صبح شده نابه حاجی حالمون داره آفتاب میزنه بیرون آسمون منو سیجلی کردیم تا بیخ ماشینا رو پر دوتا میلف کار بلد داریم دوتا موتور داغ شده دوباره باز موتورا رو دور خسته ایم دیگه فردا رو حاجی نده قول اگه دافی بیبی فیس سوس داره بدون سلیقش منه چوسی پر کرده خب ولی تشفنه نگو بیاد اگه فکر برگشتنه مثل من این مدلی تو شرلش کمه اینا خوراکشون پرتفدار کوبیان یه جو چسبیدن به تننگا خال کوبیان چند تا ستاره من پای کار کوبیدم با سی جه آجی بعد دو سال رو بیتم اومدم تو شهر برو بند پارتی فنچ لای میل فهم سن نقاطی اومدم تو شهر بریم پیکولاتی موتورم روشن شه خوده یه بوگاتی مثل چطور بود؟ چه خبر؟ با گرد و خاک اومدی؟ به پا کردی؟ با موتور؟ چه خبرته؟ والا دیگه بابا موتور و گنگ باید میمدیم دیگه همینجوری که پیاده نمیشستیم بهترین کار بهترین کار الان بعد از 2 سال این اولین کارت با تیگان نظرت چیه؟ چطوری بود؟ اکسپریانس چطوری بود؟ تازه شروع کردیم دیگه حالا ببینیم تا تهش چجوریه ولی خیلی ریلکس و سمود به قول خارجی ها عالی من میتونم یه سوال بپرسم اسم این آهنگت هست اومدم تو شهر درسته؟ بله خب چرا اینو انتخاب کردی و کدوم شهر و شهر خودت این آیدیا که بیشتر آیدیا سیجل بود ولی هر شهری میشه دیگه حالا الان تورنتو ولی در کل هر شهر جدید بری توش واسه اون شهر میتونی آهنگ رو بخونی خوبه خوبی این آهنگ اینه که مثلا بری سفر این آهنگ رو میتونی بذاری مثلا پاریس هم که بری میذاری و میگی آقا مثلا اومدم تو شهر دیگه برام پارتی بندازی ولی فکر کنم سیجل منظورش دبی بود بیشتر من حالا الان میگم تورنتو هر شهری رسیدیم خلاصه ما اومدیم که پلی کنیم هر شهری رفتین این آهنگ جدید اومدم تو شهر رو پلی کنین اگه نه میام بالا سرتون همونطوری که گفتی آهنگو با سیجل درست کردی کار کردن باهاش چجوریه چه جور آدمیه از اخلاقای نابش و بدش برام ببین سیجل خب دوست 7-8 سالمه کار کردن باهاش هم سخته هم شیرینه هم سخته چرا؟ چون که خیلی پیکی و خیلی مثلا ریزکاریه میگه اینو عوض کن و عوض کن ولی میدونی که در آخر قراره پروژه خوب بشه خیلی شاید سرگرم کننده نباشه اولش ولی در آخر وقتی پروژه میاد بیرون خستگی رو در میره والا ما تمام خستگی همو با کاراتون در میره دمتون گرم واقعا دمتون چاکری خوب بود یا نه عالی مرسی عالی اما اینو ضبط شد دیگه این ضبط آره بابا بگن آها بیا بریم برو بریم آه 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 برو بریم آه 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 سی جر جی جی لی توه آه خورو چلیم ما دوتا دو قلو بلندی شبم دادن منم سری رفم بشون مثل بن لادن لباشون رو لبام انگا ام دادن به هم رو ام دادن به ام ان ام دادن چی نقطه سرخر دکمه سر دست من شیکم ولی تو یه تخم سگ نه حرف زن جلوم ولی پشت سر نه منم میخندم بهت انگا پشت سر نه اینو میگم به خودم خیلی بی جنبه شدم دنیا میچرخه دارم بازم میچسبه دونخ ولی فدا سرم اگه شده دو سرم نمیرم بیرون زودتر دوزم من بی
سوادم باشه بازم میگه لیت و بالامه، اگه اسفن بره هنو عید و باهامه، آره وی تو پود میخوریم کیک و با خامه، بازم برو بنویس تو همون هیت و با کامه. مخممون نابه، جسمون نابه، جلامون نابه، حسمون نابه، چشممون بازم و تموم شهر، زنگ میزنیم با صفی تموم شهر. من یه تنه لشم، میخوام آدم بده نشم، چه تو مس میشی میمونی ما همه فشم، یا تو هتلای لب آب و کوکتلای لب بار و دخترای لش ناب و مدلای لحجه دار، میزنی دور لبا رو لیسول میزنی به چشام، گل شبا رو میزنی تو به جای شام، دوباره سیخو زدم من نر رو ناچاری، چون اونقدر خوب نبوداشون ابرو قاجاری، کل شهر رو بگرد هرکی که با من نبود، لای پاشو واکنی میبینی تا رنگ کبوته، آچین و واچین یکم اون لنگا تو واچین، چون اصلا این جوره نمیخوام من اون لنگا تو واچین، آره بزاله تو منم شاید امضا به تو ندم، چون من عادت دارم میرن لنز و جلو عقب با ما، نمیخوری تو به نسخی داشت، امشب ملوک و فردا عصبی باش. الکول و گل و سنگم همه جا با هم، الکول و گل و سنگم همه جا با هم، الکول و گل و سنگم همه جا با هم، الکول و گل و سنگم همه جا با هم، الکول و گل و سنگم همه جا با هم، الکول و گل و سنگم همه جا با هم، الکول و گل و سنگم همه جا با هم. کارتو میکشم تخمم صورت حساب، همه جوره بکن آجی رو من حساب، هر جا میرم چشا رو من زومن که صاف، اعصاب ندارم مودم که صافه، بس خاله تیپ میام با هودی لش تو، طول نده بگو سری زودی کشکو، دافه میگه زنگ زدم به زیبودی مشغول، برنامه است بیا با چند تا قطی مشروع، آجی تو که باختی بخون کرکوری کم، الان شل کردم با دوتا پورتوری کن، اکیپم پلو مدل قلوری جنگ، منو میبینن همه میشن چون فوری هنگاره. اون آرومم رو نر به من، ولی من نارومم زومم، اون آرومم این روزا پت ها فراغونم، همه زوم زوم روم روم، همه زوم زوم روم روم، همه زوم زوم روم روم، همه زوم زوم روم روم. علی بی بس بفرست بودو فایلو، همه خواهی کرا شنیدن فلو سایلو، میگن تنگ شده دلمون تو برو لایفو، مایک دستمه دارم میدم سولو وایبو، شما نصفه تو فوتوکوپی منو خلصی، تو بازی را تو نمیدیم ما در رو بستیم، عدد رو ببین بکن آجی زر با تخصی، زور نزا سعی نکن نداری تو تحصیل، همش داری میای فاز خیابون، پس قرن از شده برات کاسبی داغون، اجرا رو میبینی میگی داره میگاتون، من بالا بودم وقتی داشون خواهی میمالون. زومم اون آرومم رو نر به من، ولی من آرومم زومم اون آرومم این روزا پت ها فراغونم، همه زوم زوم روم روم، همه زوم زوم روم روم، همه زوم زوم روم روم، همه زوم زوم روم. اول پشت سرم حرف بد میگی فلتم، میگه برو جلو حاجی آره منو کلتم، میگه به پایین کفتارو دور ورتن، میگم نگران نباش نی پولو پله کم، اینا زوم رو من مدل میکروسکوپی، ولی مهم نی میرم من چیل و لوکی، همیشه میکنی ریس و کپی، بگو بیاره مهم نی بیسا با تری، فیلمت میکنی کارالوتی، میگی زندگی شبیه کالافیتی، جمن اینجا همه نابا تو تیم، امو کجا بودی وقتی بالا بودی. بابا عجب عجب، میبینم که دومی هم چطور بود؟ ترکوندی؟ راضی بودی؟ من واقعا راضی بودم. این سه تا هنگ ناب بود و گل و سنگم و زوم، چرا این سه تا رو با هم دیگه میکس کردی؟ چون انرژی هاشون تقریبا شبیه هم بود، گفتم با حاله که ستاره با هم بخونیم و
از این سه تا آهنگ نانستاپ بریم بهتره کنیم. اگه بهت بگم بعد بریم ماه سه تا چیزا بیشتر نمیتونی با خودت ببری، آیا واقعا الکل و گل و سنگه؟ نه. چیه؟ چیه؟ مادرم دیدی یارو. امیرو با خودم میبرم، کارگردان برنامه پوبونو با خودم میبرم و دیجی. فقط بیزنس آقا، فقط بیزنس. فقط پول. خیلی به نظر من قشنگ بود بسی که یه آهنگی که این همه انقدر نوستالژی بود و این همه آدم ها چه پیر چه جوون باش خاطره داشتن. چی تو ذهن جرقه خود که اینو باش میکس کردی؟ آهنگ چیزه این آهنگ عریض جی جیه آیدیا بیشه آیدیا اون بود، ولی خب ما همه مثلا وقتی بیتو فرستاد گفتیم چقدر باحال و اینا، ولی فکر کنم خب خیلی آهنگ باحالیه، همین که گفتی همه به خاطر دارم باش بهترین آپشن بود برای سمپل کردن. تو خودت که خواننده قدیمی ایرانی کسی تو خودت قند و نواتی قدیمی چرا ابی سیاوش قمیشی اینا باحالن از اونه که هایده. بین ما نیستن دیگه. اگه میتونستی با یکیشون کلاب کنی کی بود؟ اون های خانم هایده خیلی باحال بود. محسی هم باحال. کدوم بود میگفت شبا همش به می؟ اون کدومه؟ هم هایده. خانم هایده. بانو هایده. بانو هایده. اگه میشد که فیت بدیم که بریم هایده کجایی؟ بریم واسه آماده شی بعدی. خسته شدم. هی اینا سوال میکنم. الکی. بریم برای کار بعدی. مرسی برای وقت. مرسی. سه سال شدی قرص شب من، دنیا ندارم توی شهر من، دیوونه میشم تو به تن من، میخوری فقط تو به درد من، نذارم ازم یه تصویره بد با چمدونت بری، دستگیره در رو بگیری تو بخوای بری، یکی بی تو یه جای بشین بدون پلو من، تو محکم جا تگه بری دورم قرصم جا، ساسلمون بدون دشمن ماست پن ازا بیا، جمعه ها به جا مهمونی جلو فیلم زنگ زدیم قضا بیا، کاش بمونی تو خالی نشه جا، تسه بعد من جایی نره با تنامون خورد محکم به هم چون دلامون با هم مکمله، کک جنگرم بزنی باز برقصی بام با یه کمی ناز، صبح یه جا تو من یه بری ساز بزنم لابلا موزیکامو، نمیشه نباشی روزی بامو، جایی نگی موندی زوری بامو، یا که یکی بگیره خب روزی جامو، اون دفعه میرقصم حال منو نپرسین، چیزی منو گرم نمی کنه نشومینه نکرسی، حال من خوب نمیشه نه با الکل نه قرصی، ای شل کن صفر کن بینمون اینطوریشو نخواستی، ما که دیگه دادیم رفت تو رو حالا هی بحث بکن، گیج رو الکلو شیکوندیم هر پلو، ما که دیگه دادیم رفت تو رو حالا هی بحث بکن، گیج رو الکلو شیکوندیم هر پلو، فکر نکن که قرار من با هر حرفی خب رازیشم، میشکونم من قانونا رو میدونی که بد عاشق بازیشم، یادم اومد اینو باز دیشب که بدون تو شاید نشه اصلا عادیشم، بگو میای آره باز پیشم، تو نباشی دیگه با کیشم، روشن کنم تو روح و قلب و قاتیشم، رفتی زدی منو آتیشم، رو هم صاف با تو مار پیچم، ببندم من با کیشم، ببازم سری من شاکیشم، دعوا کنیم واسه صدامین بار، هیچ وقت نمیگیم و بد و بیراه، به در و دیوار چشم و زوم گردن و شل چشتا اون قرمز زیر پلکا خون، یکی شده بودم فکرامون، جایی ندیدی تو شبیه بس، نمیگیری با هر غریبه حس، میمونی تو سرم همیشه حفظ، کسی با تو منو ندیده فس، گل برفا میرخسم حال منو نپرسین، چیزی منو گرم نمی کنه نشومینه نکرسی، حال من خوب نمیشه نه با الکل نه قرصی، ای شل کن صفر کن بینمون اینطوریشو نخواستی، ما که دیگه دادیم رفت تو رو حالا هی بحث بکن، گیج رو الکلو شیکوندیم هر پلو، ما که دیگه دادیم رفت تو رو حالا هی بحث بکن، گیج رو الکلو شیکوندیم هر پلو. Change over. Thank you.
سلام علیکم. عجب عینکی، عجب کتی، دیگه تیپ زدیم، دیگه تیپ زدیم. هر آهنگی یه دونه لباس جدید. عالی عالی. ببین این آهنگ انقدر خوبه و انقدر ملودیش عالیه که امکان نداره تو ذهن آدم رو گیر نکنه. من خودم این آهنگ وقتی که اومد بیرون انقدر تو ذهنم تو ریپیت بودش. خودت آهنگی داری از آهنگای خودت تا با شده روی ذهنت رو ریپیت بره و چه آهنگی هست؟ خب این آهنگ خیلی طرفدار داره، آهنگسازش هم ایفکس بوده، خیلی ملودی قشنگی داره این آهنگ. فکر کنم این جزء اون آهنگاست که کچی ترین به نظر آهنگم حتی دوستام هستم میتونه باشه، یا لحاظ ملودی اینه، آهنگ فاله، ولی فکر کنم این هستن بیشتر ملودیش کچی. خیلی از جوانای ایرانی هستن که دوست دارن با تو کار بکنن. بله. و تو رو آیدیل خودشون میدونن. بله. خب چه چیزایی، چه کوالیفیکیشن هایی باید اون خواننده داشته باشه که تو بخوای باهاشون کار بکنی؟ خب باید یه چیز جدیدی بیاره. چی میگن؟ میگن they have to bring something new to the table. یه چیز جدید باید داشته باشن که به قول خیلی نوآوری داشته باشن، خیلی جدید باشن، خیلی خاص باشن. اون به نظرم بهترین چیزاست که باید یکی داشته باشن. فوتبال، عشق فوتبالی، تیم اگه دربی بازی داشته باشه کدوم برای کدوم داری چیه؟ من اونقدر فوتبال ایران رو دنبال نمی کنم، ولی خب پرسپولیس رو خیلی دوست دارم. فوتبال مثلا چه میدونم چمپیونز لیگ و اینا، مثلا خب خیلی طرفدار رونالدو هم، همه مسخره می کنم، میگه رونالدو هر تیمی بره اون تیمو دوست داره و واقعا هم درسته. نمیدونم، خیلی رونالدو رو من دوست دارم، برای همین منطقیه، کاملا منطقیه. همین بریم برای کار بعدی. ممنونم، مرسی که برام وقت گذاشتید. خدافظ شما، خیلی خوشحال شدم. همیشه عاشقم بود، همیشه مال من بود، بالو باز کرد پکشید رفت، شده کاملا دور. بگین آدم فال من کو، بگو عاقلم یا که مجنون، بگو چرا دریای موهات توی قاب عکس مون. آخه با من الکی میکنی کل کل، که چی فاز مسابقه است مگه میخوای اول بشی؟ من که سعی کردم بگذرم از همه چی بر تو، فکر نمیکردم کم رنگ بشیم، بدون توی که فقط میتونی کوکم کنی، رابطمو شده پر بحث رو کم کنی، دیگه حالمو نمیکنه نه خوب الکلی، خشک میشه دست میذارم من رو هر گلی، یادش بخی پیاده روی تا کافی شاپا، الان سلامتیت میرم میشن خالی شاتا، داستانمونم بود از این لاوی داوا، یاد من بیاف اگه بودی جای بالا، فکر نمی کردم بمیرن این حسا تهش، رابطه رو رفتی ما از صفر تا صدش، وقتی رفتم نگو میری کجا بزی، واسه آخرین بار میکنم من خدافزی. همیشه عاشقم بود، همیشه مال من بود، بالو باز کرد پکشید را شده کاملا دور. بگین آدم فال من کو، بگو عاقلم یا که مجنون، بگو چرا دریای موهات توی قاب عکس مون. شدن گرگا زیاد دارم، شدن گرگا
بازی‌ها. نه نه تقصیر من، وقتی آدم و دورم داشتن روم تأثیر بد. آره با من بودم بود برات یه تصمیم بد. اگه بری جاد میاد پلوم از سری فن. آره به سلیقه من میگی ببین چی اومده سرم. از وقتی رفتی تو ببین تو مود بدم. زینه میزنم اصلا به این من روز بدم. ندارم حوصله‌شو بشین تو خونه شبم. ناراحت میشی و میگی نه نه رو واسه رفتن زوده. اون کارا تمه واسه قبلن بوده. نه نگو بهم حرفم زوره. چمدونو جمع کن و برگرد خونه. میدونم من عاشق شرم. هر کی که بگی باش معاشرت کردم. میمونن این خطا رو گردن. نه میمونم عاشق شهر. تو نباشی دوستم هستن. 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 و کونه لقه نمی کنم بوس باز اصلا. نباشی دوستات هستن. از سر و پام مثل لوس را بسلن. سر من پوست لسم. شدن نمه هیزو به من بیزخ. میدن راه لب ریزو. خب پر پر و با چند میکنن منو ما چند. میخوامم تن و باشن. باز نور شب و باشن. میکنی حرف و باز با هستم از بحث و داستان. حرفاتو راست میگی ولی وقتی میخوام برم باز میگی نه نه را واسه رفتن زوده. اون کارا تمه واسه قبلن بوده. نه نگو بهم حرفم زوره. چمدونو جمع کن و برگرد خونه. میدونم من عاشق شرم. هر کی که بگی باش معاشرت کردم. میمونن این خطا رو گردن. نه میمونم عاشق شهر. تو نباشی دوستم هستن. 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 و کونه لقت پس اینجوری هست که نباشی دوستام هستم. صد درصد دیگه. حالا دوستای لیتو کیا هستم؟ اسمشون رو باید بگم؟ چند تا صمیمیه رو؟ پدرام، حمید، امین، حسین، ارسلان. حالا تو اینجور شرط واقعیتاً بهتره که دوستات باشن یا دوستاش؟ دوستاش باشن که عالیه. جفتش با هم خوبه دیگه. دوستای تو باشن، دوستای اونم باشن دیگه. این آهنگ یکی از آهنگ دوستام هستن. دوستات هستن. دوستام هستن. یکی از پرطرفدارترین آهنگاییه که تو داری. بله. از قدیم. به نظر خودت از اون بهزادی که اون موقع بودی تا الان چقدر عوض شدی؟ خب این آهنگ مال تقریبا 10 سال پیشه. خیلی عوض شدم دیگه. هم از لحاظ آرتیستی هنری خیلی فرق کردم. خب یه خورده سلیقه‌ام عوض شده. هم از لحاظ شخصیتی خب خیلی فرق کردم. خیلی تجربه تو این 10 سال آدم به دست میاره و این داستانا خیلی دیگه مثل همه آدمای دیگه. من هم تو کریرم خیلی عوض شدم. هم به عنوان یعنی پرسونالی و شخصیتی بزرگتر شدم و بالغتر شدم. بالغتر شدی. توی این کار با ددان کار کرده بودی؟ بله. تجربه چطوری بود؟ عالی. ازش برامو بیشتر بگو. خب ددان از دو نفر تشکیل شده، پیمان و دانیال. خب یه خورده از من سنشون پایین‌تره ولی خب کارشون خیلی خوبه. خیلی. آره بیت‌سازای خیلی خوبی هم هستن. آهنگ اومدم تو شهرم کار اونا بود. این آهنگ هم خب خیلی هیت شد دیگه. دانیال برام فرستاد. من هم گفتم واو رفتیم تو کارشو. آره خیلی خدا شکر هیت شد. جاشون هم خالیه اینجا. واقعا جاشون خالیه. جای همه خالیه. نه فقط بچهای ددان. هر کی که تو آهنگا هست و نیست. علی بی سی جج همه. آره واقعا. اگر که بهت این اپورتونیتی رو بدن که ایران بری کنسرت بذاری، میری کنسرت بذاری؟ بدونم که قراره خیلی سیف باشه همه چی. آره نه، مشکل اون نه، بگم میتونی برگردی ایران، میتونی برگردی ایران، میتونی کنی تو ایران، you're safe. آره دیگه، فکر کنم آرزوی همه هست. مرسی، اصلا نباشه. دوباره میشینم از تو میگیرم،
میپرسم میمونی نه میتونم میگی نه میگی شاید دیگه همو نبینیم انقدر راحت نگو اصلا چیز کمی نیست استایل داره کارام یه سریاش که تنظیمای الکترونیکی داره خیلی تنظیم پیچیده گیتار عجیب غریب و و یه سریاشون هم که آکوستیک تنظیم میشه با گیتار و فقط وکال یعنی خیلی ساده چالنج باحالیه یه سری ترک ها اینا همشون الکترونیک تنظیم شده بود و اینکه قبول میکنم و اینکه احتمال داره یه دونه آلبوم بزنم و اینکه همه این ترک هایی که قبلا الکترونیک تنظیم کرده بودم و دوباره آکوستیک تنظیمشون کنم. دمتون گرم ولی. اصلا چی شد که موسیقی رو شروع کردی؟ خب از بچگی تو خانواده‌مون اینسترومنت و اینا بود. داداشای بزرگترم گیتار می‌زدن و اینا و اینکه کم کم دیگه علاقه من شدم. از راهنمایی و ادبستان اینا که کار می‌کردیم از راهنمایی دیگه شروع کردم خوندن. الان هم یه 10-15 سالی میشه داریم کار میکنیم هم پروداکشن یعنی هم انجینیرم و مینویسم و همه چی دیگه اگه اشتباه نکنم شما قبلا تو کار بازیگری هم بودید درست میخوام درباره تجربه تو بازیگری بدونم آره من خیلی کوچیک اصلا از اونجا شروع کردم با بازیگری شروع کردم قبل از اینکه موزیک اون موقع موزیک میساختم ولی اینجوری نبود که بخونم و اینا خیلی فان بود و اینکه ادامه دادم ولی یه جوری بازیگری دوست نداشتم بیشتر دوست داشتم که تو کار موزیک و اینا باشم زیاد به کاراکترم نمیخوام بازیگرا کاراکترشون خیلی فرق میکنه با خواننده البته کارامون یه جوری شبیه هست موقعی که ویدیو میگیرم و اینا ولی بازیگری رو دوست نداشتم بیشتر دوست داشتم تو کارهای موسیقی و اینا باشم و اینکه دیگه اینجوری شد که اومدم تو موزیک رو ادامه دادم مرسی واقعا دست درد نکنه عالی بود آره حتما خیلی شکرم مرسی
بعضی وقتا خدافزی آخرین راهی که میمونه برات، بعضی وقتا این تنهایی باعث میشه تا تنهایی درایی. وقتی هر شب این الکولا تلخی و میارن میونه لبات، یادگاریم رو تختت تایی میشه دل تو دیوونه برام. صبر کن همیشه خالی میمونه تو جات، به کسی نمیگم رفتی کجا، میمونه بین خودمون دوتا. صبر کن نمیگم جای من کسی نیاد، نره اون خنده از روی لبات، ببینم زندگی خوبه برات. من گم میشم تو دنیایی که هیچ اسمی از تو توش نیست، نیست نه من گم میشم تو دنیایی که هیچ اسمی از تو توش نیست. خودت فرق میکنی تو میری خونه دوستاتو، میترسی منو یادت بیاد بستی اینستاتو، مامانت نگرانته همش تکس میده میپرسه مگه نیست با تو، پر کردم با موزیک جا تو، تم لبها تو، هم حرفاتو، به مامه نگفتم نیستی، بیشترش نکردم تنهاییاتو. میدویدیم با هم رو عبرایا، فکر نمیکردیم ما به فردا، چقدر فوش میدادیم وسط دعوا، آخرش میخوایدی روی تخما. میرم گم میشم تو دنیایی که هیچ اسمی از تو توش نیست، نیست نه من گم میشم تو دنیایی که هیچ اسمی، نه هیچ اسمی از تو توش نیست. ام بی کی وی اون میمونه برای خودمون دوتا. آره یه خاطرات دوران نوجوانی اینو تو ایران نوشتم، موزیک رو بعد جزء اولی موزیکایی که تو کانادا رسیدم درست کردم. اینم تنظیمش از اون الکترونیکاست ولی این دفعه آکوستیکش کرده بودیم و خودم خیلی دوستش دارم. خیلی آهنگ خوبیه. مرسی. ببین ما تا جایی که میدونیم و شنیدیم و واقعا توی کامنت ها همه جا دیدیم طرفدار تو اکثرا دختر بودن، دختر جوون. خیلی دوست دارم بدونم همسر خانه چه حسی نسبت به این موسیقی. جزمی خیلی اوکیه. جزمی به خاطر اینکه تو خانواده بزرگ شد که خب برادرش کامرن کارتیو و الک، کامرن که خودش ترکونه به زمان رو سونی هم بود و جزو آرتیست خیلی کله گنده اون موقع بود. الک هم خودش کارگردان خیلی بزرگیه و تو خانواده بزرگ شده بود که این هم فرهنگ کارو میشناسه، همین که کلا میدونه چه خبره دیگه. و خب آره ازدواج هم که میکنی دیگه اون اطمینان هست، یعنی خیالش راحت. خیلی ها تو رو از طریق دلتماعی رو میذاشتی تو اینستاگرام شخصا، آیا میتونن فنها توقع داشته باشن که یه روزی دوباره این کار انجام بدی؟ یه مدت واقعیتشو بگم خیلی شرایط سختی رو میگذروندم. بعد این دکلما خیلی دلی بود، دکلما هم که نمیشه مثلا سپیچ میدادم دیگه، ولی از یه مدتی به بعد نمیدونم حس کردم که دوست دارمشم زیاد اون کار رو بکنم. در اون موقع کامفورتبل بودم ولی الان زیاد راحت نیستم اون کار رو بکنم. خشی راست بیا خشی هم دانش کرد. چیز دوستای خیلی خوبه من آرتिस्टایی که قرار بتره کنن. آره امروز کمک می‌کرد دم بیا مرسی. بریم دمتون گرم. گفتم یکی دیگه میخواد پلوم، گفتی بگو نمیگیره جامو اون، گفتی بغزم اینه تیغه تو گلوم، بیا بزن تیر آخر و تموم. خاطره ها میانو میگانم، با کی خوابی من با فکر تو بیدارم. میگی فراموشت کنم خیلی راحت، میخوام ولی یاد چه شد نمیذارن. ما که میدونستیم جدایی آخر، سخته برام ندارمش باور باور. دیگه نگو دوست دارم، رفت
وقتی تو خودتم نمیرسی به دادم، تو که نسی کمی من از خودم دور میشم، دیگه چیزی رو نمیبینم و کور میشم. شاید نمونه اینجوری نه، شاید نمونه اینجوری نه نه، شاید نمونه اینجوری نه نه. گفتم یکی دیگه میخواه پلوم، گفتی بگو نمیگیره جامعون، گفتی بختم اینه تیغ تو گلوم، بیا بزن تیر آخر و تموم. نوری نمیاد تو پره دل تو از تاریکی، داری تو زندگی خودت اینو را میدی، تیغو نزنش رو بدن تو دستات، بزنش وسط افسردگی و تو نامیدید. خوبه واسد بعضی وقتا تناشی، کجا برم منتظرم نباشی، منتظرم نباشی. گفتم یکی دیگه میخواه پلوم، گفتی نمیگیره جامعون، گفتی بخزم اینه تیغ تو گلوم، یا بزن تیر آخر و تموم. ست عالی، ولی چقدر حیف. ببین تا جایی که من متوجه شدم توی تلگرام آهنگات دانلود شدن شد. اصلا 70 میلیون یه دونه آهنگ روی یه دونه چنل، روی یه دونه چنل. اصلا خیلی وحشت. برای برنامه‌ای نداری، مستر پلنی نداری برای جلوگیری؟ البته رو البته چند تا ترک هم بود این چنل ها. ببین تعداد دانلود 70 میلیون فقط تعداد دانلود، یعنی اینا نفری 10 بار شنیده باشن شده 700 میلیون که 10 بار بیشتر شنیدن. سرانگشتی مثلا بخوایم حساب کنیم روی اسپاتیفای 1 میلیون مثلا سرانگشتی، حالا خیلی دقیق نیست، 4000 دلار هر 1 میلیون پوله، 1 بیلیون ویو میشه 4 میلیون دلار. ما به همین راحتی روی یه دونه چنل 4 میلیون دلار پول از دست دادیم. و اینکه اینم به خاطر اینه که کاپی رایت نیست، و چون رونیو هم پیش نمیاد، یعنی تا کاپی رایت نباشه رونیو تو موزیک ایران پیش نمیاد، و تا موقعی که رونیو پیش نمیاد نه هیچ لیبلی میاد پشت موزیک ایران، نه هیچ میوزیک ویدیوی خفنی در نظر بشه، نه موزیکا اونقدر خفن میشه، آرتیستا کف کف میمونن. ما هم هی داریم میسوزیم و 4-5 ساله تبلیغ اسپاتیفای و پلتفرم رو میکنیم، فقط واسه اینکه نسل بعدیمون حداقل بتونن به اون رونیو برسن، که هم منیجرای خوب بیان تو موزیک ایران، هم 4 تا لیبل درست. حالا لیبلای الانمون هم خوبه، نه منظور از لیبل درست این که یهو بیان میلیونی رو آرتیستا سرمایه گذاری بکنن که موزیک ایران هم بتونه اینترنشنال بشه. موزیک کلا واسه من یه هر کی یه جای فراری داره واسه خودش، یه تو ذهن خودش یه جایی داره که وقتی مثلا خیلی ناراحته یا دیگه خیلی گم میشه تو زندگیش پناه میاره به اونجا. یه سری دوستایی دارن، یه سری فامیلیشونه. برای من موزیک اینجوریه، موزیک نقشه اینو داره که یه جوری یه موقع خودم میبینم که مجبورم مثلا موزیک بسازم من، چون اگه موزیکو نسازم شاید مثلا نتونم خیلی از احساساتم کنترل کنم یا ایسا اینجوری، بیشتر واسه اینه. ولی خب قدیم اتفاقا بود که خیلی من اینسپایر میکرد، اتفاقا تو روابط، اتفاقا بایی که دعوامون میشد، اینا کلا آرتیست ها اینجوری هم. حالا ولی بیشتر موتیویشن هم اینه که به خاطر فامیلیم دارم این کارو میکنم و به خاطر موزیک ایران دیگه، که بتونیم به یه لیولی برسونیمش که تو مارکت اینترنشنال حداقل اسم موزیک ایران بتونه بیاد. الان یه رقص زیبای کانتمپرری جالب بدیم از آنایتا، آرتیست جوونی هستش توی تورنتو، واقعا عالی بودش. میخوام بدونم که نظر خودت در مورد آیا مثلا به نظرت رشته ای از هنر دیگه هنر هستش که دوست داشته باشی توش یه دستی بزنی ببینی چه جوریه، چیزی هستش، فیلدی هستش که دوست داشته باشی امتحان بکنی توی هنر که تا به حال امتحان نکردی؟ امتحان کردم بازیگری و اینا بود، ولی هر جا رفتم تشخیص دادم به موزیک دیگه. خیلی وقتا اصلا نمیخونم مثلا پروداکشن. الان خدا رو شکر کارامون اوکی شده، من دارم کانکت میشم به سری آرتیست های یونیورسال، بچه‌ای که تو آلمان کار میکنه، آرتیست کله گنده، و یه جوری داریم جدا میشیم. پروداکشن هم بیشتر دوست دارم، مثلا کار تخصصی که من میکنم پروداکشن، میسازم، خوندن خیلی فانه واقعا، همینجوری میخونم.
خیلی واسم جدی نیست. ولی دوست دارم، نمیدونم، دوست دارم فیلم بسازم. نه که بازی کنم و بسازم، مثلا با یه کوه خفن جمع کنید پروداکشن سیستم کنید. هر آرتیستی توی ذهنیتش واسه خودش یه اوجی رو تصور میکنه. اوجی که واسه خودت ببینی چیه؟ دارم واسه فیلم های هالیوودی موزیک بسازم. یادتون نره که با تیرگان مصاحبه داشتین بعد از اینکه رفتین هالیوود. آره، من یه تشکرم میکنم بچه تیرگان، دمتون گرم همگی، مرسی، همه خیلی نایسن و خیلی خوش گذاشتین، یه اکسپریانس خیلی خوبی بود. نیمای عزیز و حالا تک تک باشه بچه اسما رو نمیتونم بگم، بچه رادیو جوان و اینکه خشایار، بهزاد، امیر جینیا، دم همگی گرم و مرسی که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین که ما بیایم اینجا و خودمون رو نشون بدیم و صحبتامون رو بکنیم. عالی، برامون که تجربه واقعا فراموش نشدنی بود. ممنون از وقتی که برامون به تلگرام گذاشتی. خواهش می‌کنم. دمتون گرم. واقعا دست درد نکنه. از یادم نرفتی، مونده قلبت جا نباور نکردی، میبینم هنوزم صورت تو خواب، هر شب جات خالیه پیشم تو این اتاق، داری الان به کی فکر میکنی، زمان رفت حیف میخوری، خراب و ده چرا این تناب و صفر میکنی، تنها و صف میکنه، من هنوزم درگیرم، من دارم رد میدم، خودم رو از دست میدم، تو که نمیشی آدم قبلی، نه بگو یادت هست شب و کلی مست، میوردمت من رو دست، تا روی تخت لباساتو میآوردم در، دیگه دیگه رفت، اینا کوس میمونه یه خاطرم، آری الان به کی فکر میکنی، زمان رفت حیف میخوری، خراب و ده چرا این تناب و صفر میکنی، چرا این تناب رو صفر میکنی، چرا این تناب رو صفر، چرا این تناب رو صفر. خیلی باحاله. آره. داستانش چیه؟ داستان این 1234 چیه؟ این ترک ها خیلی واسه من با ارزشه، به خاطر اینکه توی فیز دیپرشن اینا رو درستشون کردم و حالا گذروندم اون فیز رو با کمک گرفتن از دوستام و ورزش و همین موزیکا، یعنی خروجی شدیم موزیکا. و اینکه یه پیامی هم دارم برای اون بچه‌هایی که حالا دیپرشن رو دارن تجربه می‌کنن و توی فیزن، اینکه خجالت نکشن ازش صحبت بکنم و حتما کمک بگیرم.
100% واقعا همینطوره. یعنی اصلا باید در مورد هر مشکلی که داریم بتونیم با اطرافیانمون صحبت بکنیم و سپورت کافی رو بگیریم، مخصوصا دیپرشن. خیلی خجالت میکشن یا با خودشون نگه میدارن، ولی و اگه از نزدیکانمون هم نمیتونیم سپورت رو بگیریم، هستن سرویس هایی که بتونن به ما کمک بدن. دقیقا. Always consider that. چه اگه میتونستی بری عقب به کوبانی که موسیقی رو تازه شروع کرده بود، چه نصیحتی میکنم؟ نمیدونم، شاید اصلا کلا انگلیسی میخوندم از اول. آره. شاید کلا انگلیسی میخوندم، اما خیلی ربطی به موزیک فارسی نداره، به خاطر اینکه مارکتمون مارکتیه که خیلی مارکت کوچیکیه و گولای ما خیلی بزرگتر بود، ولی متاسفانه الان بخاطر اینکه بیزنس موزیکو نمیذارن درست پیش بره، چنل های تلگرامی و اینکه پلتفرم آرتیست اصلا کار نمیکنه و حالا کلی از اینجور مشکلات. بار اولت که داری با تیرگان کار میکنی، الان چند تا پرفورمنس هم امروز داشتی و همشون عالی بودن. تجربت چطوری بود؟ بگو که دوباره با همون کار میکنی. آره 100%. خب من پرفورمنس حالا نذاشته بودم تو کانادا و خیلی خوشحالم که اولیشو با تیرگان انجام دادیم. هم خیلی تیم خوبیه، هم خیلی نایسن و خیلی همه چی اورگنایز و خیلی همیشه خیلی خوبه. آره تجربه خیلی خوبی بود. حتما در آینده. مرسی. داره کم کم یادم میره فیس تو، دیگه دوان نمی کنم سه صبح، گفتش پیدا نمی کنم مثل شو، کی گفته منم دنبال یکی امین تو، تکست به هم دیگه نمی ارزه، نمی خوام ببینم ات یه لحظه، دیگه فکر کنم تنهایی نمی ترسه، بوی تنت داره میره یادم، اکس و تم سوختن و یا پارم، اگه میتونی بگذری راحت، دوست داشتن نبود اسمش عادت، واقعا چرا بی معرفت. نصف شب پشت فرمون بازم یادتم، گفتی مسیر را جدا بشه من باسم راحتم، تخمی شده با تو الان واقعا رابطم، کاش تغییر کنه بینمون، خب ماجرا یکم، الان خبری ندارم ازت، این بی سابقه است، همش کل کل داریم با هم انگاری مسابقه است، گفتی عشقمون باید باشه ما بی دیوار و مرز، الان فقط اومده بینمون بی خودی ما ترس، من و تو واقعا باید بمونیم با هم، کس خار فاصله میزنه حالمو به هم، قلادی همیشه آره میمونی واسم، الان تو اونجایی من اینجام با یه دل تنگ، سرور رو بذار کنه بگر، نیستم من اون آدم قبلم، فقط با تو میشم اینجا سرگر، بگو چیکا کنم با این قلب سردم. گیری بی معرفت ولی دوریت خیلی سختن، و چند تا یادگاری ازت تو اتاقم هستش، تو اتاقم هستش، هرکی سراغ تو گرفت ازم بهش گفتم رفته، بهش گفتم رفته، هرکی سراغ تو گرفت ازم بهش گفتم رفته، بهش گفتم رفته، هرکی سراغ تو گرفت ازم بهش گفتم رفته. بگیرم بکوبم گوشی و تو تیوی دو رو بگیرم دست، خودم و خونه رو میگم اقص، آخه تو اینجوری میکنی بس، آخرش منم اون تنهای غم، میدونم دوتا یقمونه، اگه این رابطه نمیشه گرم، اگه این رابطه نمیشه نه، اگه این حالت همیشه، تکست بهم دیگه نمیارزه، نمیخوام ببینم ات یه لحظه، دیگه فکر کنم تنهایی نمیترسه، میری بی معرفت ولی دوریت خیلی سختن، و چند تا یادگاری ازت تو اتاقم هستش، تو اتاقم هستش، هرکی سراغ تو گرفت ازم بهش گفتم رفته. عجب اجرایی بود بچه ها، عالی بود، تک پرفورمنس ها امروز عالی بود دیگه، انرژی سنگین
ولی واقعا این ترکه من خودم خیلی دوست دارم. خیلی معرفت خیلی جالب آره. اینم اجرای جدیدمون بود دیگه. اجرای بود. اولین بار بودن تو با هم فکر کنم یه همچی کاری کرده بودیم. هم آره ولی این ترکه کسی نشینه بود دیگه. اولین بار اینجا آکوستیک ورژنش رو زده بودیم دیگه. آره آره. من مطمئنم که فنانتون این ویدیو رو ببینن، کمستری شما دو تا رو با هم دیگه ببینن، کیف میکنن. تک تک پرفورمنس ها واقعا امروز عالی بودش. ولی این ایده این آهنگ بی معرفت از کجا اومده؟ ایده کدومتون بوده؟ از چه چیزی نشأت گرفت؟ بی معرفت و یکی از بچه ها اسم کیارش از ایران نوشته بود و رو همین گیتار خونده بود، رو همین کوردا. بعد من یه روز همینجوری تو اینستاگرام بودم، خیلی عجیبه، یعنی اولین باری همچین کاری کرده بودم. تو اینستاگرام بودم این پسر رو دیدم و بعد بهش گفتم که بیا این ترک رو کار کنیم. یهو تو یه روز ترک رو بستیمش و بعد به بهزادم گفتم، به بهزاد فرستادم گفتم این پسر است. بهزادم حال کرد، یه اومد رو ترک و فکر کنم یکی از بیشترین ویوها رو رو این اصلا برای من فرستاد. من تو دو سه روز سریع ورسم، معمولا مثلا طول میکشه خب دیگه دو سه هفته یه ماه دو ماه، من تو دو سه روز کار رو جمع کردم و کلی هم ویو چقدر؟ 20 خورده 30 میلیون تقریبا. رو رادیو فکر کنم 35 میلیون. 35 میلیون خیلی، یکی از پربازی ترین ترکامون بود خالص. آره. ولی باحال بود که اجرا کردیم. آره خیلی. من خیلی خودم خواستم که اینجوری میشه. ورژن جدیدش حالا بیشتر هم میکوبه، باحال‌تر شده. یه خورده فرق کرده دیگه. آره. برای ما که امروز کوبیدین واقعا. عالی بود. دمتون گرم. آره واقعا دستتون درد نکنه. یه سوال دیگه که می‌خواستیم ازتون بپرسیم اینه که شما دوستا چطوری با هم دیگه آشنا شدیم؟ چطوری با هم شروع کردیم با هم کار کردن؟ بزنم بگم پوریا رو من واسه بار اولین بار از سمت خودم بگم، یه دوست دارم به اسم اماد، من توی دبی که بودم یه روز اومد ستارباکس و اماد خیلی سلیقه موزیکش خیلی خوبه، یعنی میگه یه آهنگ خوبه من میدونم که آهنگ خوبه، بعد کلی آهنگ مثلا رپرهای خارجی برای من میفرستاد و معرفی میکرد و اینا. یه بار اومد گفت بهزاد این پسره خیلی خوبه و فلان و اینا، گفتم چی داریم این کی؟ اینا پوبون آهنگی فکرم رو ابرا بود. یه هر گوش هم پشمام ریخت، گفتم چه باحال فلان و اینا. بعد دیگه همونجا به پوبون هم دیم دادم اگه اشتباه نکنم، ولی بعد که صحبت کردم یادم افتاد که یه جا اصلا هم دیگر دیدیم، آره ایران هم دیگر دیده بودیم، توی پارتی هم دیگر دیده بودیم. اون موقع من بهزاد نمیشناختم، با هم سمیمین، یعنی به سمیمین بود نمیشناختم یعنی اونجوری خوبم دیگر رو این پرسن. بعد دیگه تورنتو هم دیگه دیدیم توی لول بود فکر کنم، آره دیگه مچ شدیم و چکای آره یه کلی موزیک با هم زدیم. آره بازم حالا داریم دیگه، بزنیم دیگه، برو بریم. نمیزنه ماما دیگه ما رو دوست نداره. اتفاقا می‌خواستیم بپرسیم آهنگ هستش که با هم دیگه دارین کار می‌کنین الان که پروژه باحال داریم و اینکه منتظر باشید دیگه، بیشتر لو نمیدم. آره لو نده که بریم ببینیم چی از آب قرار در بیاد. خب شما الان مدتی دارین با همدیگه کار میکنین دیگه، تا دارین آهنگ دادیم بیرون، الان پرفورمنس اینجا، من برام شناختین همدیگه دیگه. رو مخترین شخصیت کوبون چیه؟ نداره. رو مخترین شخصیت بهزاد چیه؟ نداره بهزاد. نداره واقعا. واقعیتا. نه آخه من پشت سرش هم میگم بهزاد. بهزاد. آخه. حتی تو کار. کارش خیلی درسته. حتی تو کار نه، یعنی. نه کوبون واقعا من شوک شدم. خیلی صبر داره، حوصله داره. باشم کار میکنم، خیلی همیشه خوبه. خیلی خیلی خوبه، دمتون گرم. دمتون گرم، مرسی. ولی یکم روک حرف بزنید. آره دیگه بدیای همم بگی. تا الان خیلی با ادب بودی. این همه آهنگ فرهیختگی. دمت گرم آقا، دمت گرم. چکرین، دمت گرم. چکرین. مخلصم بچه‌ها، مرسی. مرسی. بای.